تجربه دیدن تاریخ چند هزار ساله هنر در یک نگاه منحصر به زمانه ماست. احتمالاً بیشتر خالقان این آثار هیچ وقت فکر نمی کردن که زمانی عنصر سومی به اسم صفحه نمایش بین کارهای اونا و مخاطبشون قرار بگیره. موزه بریتانیا یکی از جالبترین ابزارهای دیجیتالی رو در اختیار بازدید کننده هاش قرار داده. نقشه تعاملی جهان هنر. توی این نقشه هر نقطه در واقع یک شیء باستانیه که رابطه تاریخی اون با اشیای دیگه از طریق خطهای رنگی مشخص شده. با کلیک کردن روی هر نقطه میتونید به پنجره مربوط به اون شیء وارد بشید و اطلاعات دقیق مربوط به اون شیء رو بخونید. This dirham coin of Kai Khosrau II is from the Seljuk dynasty of Anatolia, which dates to 1241 to 42 AD. اما یکی از پربازدیدترین وبسایت‌ها در دوران تعطیلی موزه‌ها صفحه فرهنگ و هنر گوگل بوده که امکانات متنوع و بیشماری رو برای مخاطب‌هاش فراهم کرده. جدای از بازدید مجازی از هزاران موزه و مکان توریستی، گوگل روش‌های جالبی برای ارتباط با شاهکارهای تاریخ هنر پیدا کرده. مثلا اینجا میتونید تصویر امروزی منظره‌هایی رو ببینید که بعضی از مشهورترین نقاشی‌ها در اونجا کشیده شدن. برای نمونه این اثر معروف از گرانت وود که سال 1930 میلادی کشیده شد. میتونیم ببینیم که خونه پشت سر شخصیت‌های نقاشی هنوز پابرجاست. یا این نقاشی مشهور از کاسپار داوید فردریش در سال 1810 که از خرابه‌های این کلیسای گوتیک در آلمان کشیده شده. همینطور میتونید به آثار هنری مورد علاقتون بیشتر نزدیک بشید و جزئیات اونا رو با دقت بررسی کنید. برای مثال این نقاشی معروف که فرانسیسکو گویا در سال 1798 میلادی کشیده. خیلی از موزه ها و مکان های باستانی هم از تکنولوژی تصویربرداری فراگیر گوگل استفاده کردن و نماهای جالبی از ساختمان هاشون و کارهای هنری به نمایش گذاشتن. مثلا میتونید از زاویه های مختلف ساختمان منحصر به فرد موزه گوگنهایم در بیلبائو اسپانیا رو ببینید، یا حتی میتونید به کنیا برید و از موزه ها و مکان های باستانیش دیدن کنید. امروز بیشتر از هر زمان دیگه ابزارهای مختلف دیجیتال در اختیار ما هستند تا کارهای هنری رو از صفحه نمایش ببینیم. اما آیا این جام جهان نما میتونه جایگزین تجربه بازدید حضوری بشه؟